رفته طرف به کتابخونه زندان اوین و گفته فلان کتاب رو میخوام. گفته نداریم ولی نویسندش رو داریم. و الان زندانای جمهوری اسلامی از جانبازان، خانواده شهدا، نویسندگان و شاعران، دلسوزان محیط زیست، پهلوانان، معلمان، یعنی دقیقا کسانی که نجاشون زندان بلکه بهترین مقامهای کشوری رو باید داشته باشن، نویسندگان و شاعران، چیه گناهشون که باید در زندان بمانن؟ و متاسفم برای جمهوری اسلامی که اگر اینها رو به هر دلیلی، حالا زورش زیاده، قدرتش زیاده، میتونه اینا رو به زندان میبره، حداقل از حق انسانی و اون حقی که در زندان برای هر زندانی وجود داره اینا رو محروم نکنن. آقای بکتاش و یا امثال ایشون که الان دیگه نمیدونم آمار رو من که ندارم، چون حالا دقیقا ندارم آمار واقعیتش، چه افرادی از بیتوجهی افرادی که در زندان هستن و زندانبان به حساب میان، اینا جونشون از دست دادن و این خیلی جای تأسفه. طرف حالا به هر دلیلی معترض شده، حالا حقش به قول خامنه‌ای باشه که بره زندان، حالا اگر اون که آمد گفت هر کس اعتراض کنه حقشه، نه حالا حقشه بره زندان، ما این رو میگیم قبول، ولی از حق درمان که نباید محروم بشه. اگر روزی که آقای بکتاش بیمار شد به درستی پیگیری میکردن درمان ایشون رو، و اون عکس که حالا هر کس زحمتشو کشید در تاریخ ثبت میشه که با اون حال روی تخت خوابیده و هر دو پا به زنجیره، این خیلی جنایته. اینا نمیدونم باید فردای بعد ماها چجوری تاریخ ایران نوشته بشه که یک نویسنده نه ازش اسلحه‌ای گرفتن، نه جنایتی کرده، نه کسی رو کشته، به اون حال واقعا باید بگیم متاسفیم که جای بهترین ها در زندان های جمهوری اسلامیه. حالا اگه کسی خلافی بکنه باید بره زندان، باید تنبیه بشه، باید پاسخگو باشه، ولی امثال آقای آبتین چی گناهی کرده بود که امروز باید بره زیر خاک در سن 47 سالگی؟ و امثال ایشون یک هفته پیش یک نفر تو زندان اهواز از دنیا رفت، بهنام محجوبی، کابوس سید امامی، امثال اینا زیاد در زندان‌های جمهوری اسلامی به نوعی به قتل عمد دچار شدن، یعنی عمدن اینا رو کشتن. ما میتونیم به جرأت بگیم اینا رو عمدن کشتن، میتونست درمان بشه، میتونست دکتر بره، و ما الان برای اونای دیگه که تو زندان ها هستن نگرانیم. اینها هیچ توجهی نمی کنن به این عزیزان که حالا بالاخره دست اینا افتادن، باید جان اینا حفظ بشه، سلامتی اینها باید مورد توجه قرار بگیره. و باز هم میگم متاسف.